دنیای کریپتوکارنسی و همه بازارهای سرمایه این سوال رو برای کاربران ایجاد کردن که چه زمانی برای ترید کردن مناسبه. اما چطور میتونیم به این سوال جواب بدیم؟ قطعاً تعیین کردن ساعت مشخصی برای ترید کردن کار آسونی نیست. همه بازارهای سرمایه و کریپتوکارنسی ابزارهایی دارن که میتونه ما رو به اون ساعت مناسب نزدیک کنه. اما این موضوع رو به خاطر داشته باشین که هیچ ابزاری نمیتونه به طور دقیق زمان مناسب رو حدس بزنه. میلیونر شویی های عزیز سلام، خوش اومدید به ویدیوی امروز. امروز میخواییم درباره بهترین تایم برای تریدینگ صحبت کنیم. خوشحال میشیم ویدیومون رو لایک و کانالمون رو با زدن دکمه زنگوله دنبال کنید تا ویدیوهای جدیدمون با شما به اشتراک گذاشته بشه. اهمیت زمان برای معاملات کریپتوکارنسی. با توجه به اینکه کریپتوکارنسی در بین افراد مختلف محبوبیت زیادی به دست آورده، معامله کردن در زمان مناسب از اهمیت زیادی برخورداره. بعضی از تحلیلگران بیشتر به قیمت ارزهای دیجیتال اهمیت میدن، اما به مسئله زمان اهمیت چندانی نمیدن. باید این نکته رو در نظر داشت که ساعت کاری بورس نیویورک تأثیر بسزایی در بازار کریپتوکارنسی داره. البته این موضوع چندان شگفت‌آور نیست، چرا که همه بازارها نسبت به عرضه و تقاضا حساس هستند و بیشترین حجم عرضه و تقاضا رو میشه در بازارهای مالی آمریکا دید. معامله‌گران عادت‌هاشون رو از سال 2020 تغییر دادن، اما همچنان از ساعت آغازین بورس نیویورک تأثیر می‌گیرن. بهترین ساعت نوسانگیری ارزهای دیجیتال. بنا به بررسی‌هایی که روی بازار ارزهای دیجیتال انجام شده، میشه گفت در اواسط هفته نوسانات بیشتری نسبت به اواخر هفته وجود داره. در روزهای تعطیل آخر هفته هم بازار ارزهای دیجیتال ثبات بیشتری داره. اگه بخوایم این موضوع رو با مثالی توضیح بدیم، میشه به این موضوع اشاره کرد. از اواسط خرداد تا تیر، در بین ساعت 7:30 تا 8:30 به وقت تهران، میانگین معاملات بیت کوین 6.5 میلیون دلار اعلام شده. کمترین حجم معاملات هم مربوط به ساعت 13:30 به وقت تهرانه که 2 میلیون دلار اعلام شده. بنا به گزارشاتی که در این باره اعلام شده، در سال قبل معاملات بیت کوین در ساعت 5:30 به وقت تهران در بیشترین حجم خود بوده. در زمان انتشار خبر معامله نکنید. مسئله مهم دیگه‌ای که درباره زمان تریدینگ وجود داره، زمان انتشار خبره. هیچ کارشناسی توانایی پیش‌بینی 100% رو درباره اتفاقاتی که بعد از انتشار اخبارها میفته رو نداره. لحظات انتشار خبر لحظات دلهره‌آوری هستن. هر چند میتونید سعی کنید تا جهت بازار رو تخمین بزنید و سود خوبی به دست بیارید، اما این به نوعی قمار محسوب میشه، چرا که ریسک بالایی داره. بهتر حدود 1.5 ساعت قبل از انتشار هر گونه خبری از بازار بیرون برید و دقیقاً همین مدت زمان رو هم برای بعد از انتشار اخبار در نظر بگیرید. همچنین اینو تو ذهنتون داشته باشید. داده هایی که بر تقویم اقتصادی اثر میذارن میتونن بر رفتار بازار هم تأثیر گذار باشن. احتمالاً شما هم به اهمیت موضوع زمان پی بردین. شما چقدر تا به امروز به این موضوع اهمیت میدادین؟ آیا دونستن این مطالب در روند ترید کردن شما تغییری ایجاد میکنه؟ لطفاً نظراتتون رو با ما به اشتراک بذارین. از اینکه تا انتهای ویدیو همراهمون بودین سپاسگزاریم. تا یه ویدیوی دیگه، خدا نگهدار.